جوونا میخوام امشب برات بگم اهل بیت یعنی چه. نگو نمیشه با اهل بیت رفاقت کرد، به خدا میشه. این نمونه زهیر. شما مروان ابن حکم رو شاید نشناسیدش جوونا. مروان کسی بود که خانه زین العابدین را وقتی والی مدینه بود با خاک یکسان کرد. بنی امیه است، بر بنی امیه لعنت باد، بر دودمان بنی امیه نفرین خدا باد. وقتی والی بود چقدر شیعه کشته، چقدر امام سجاد رو اذیت کرده، خونه زین العابدین رو به خاک یکسان کرده، چقدر دل بچه‌های زین العابدین رو سوزونده، چقدر اذیت کرده، تاریخ نشون داد. از بس شکایت کردن مردم بر علیه مروان، دستگاه بنی امیه تو شام نامه نوشت برای مروان، مروان بیا شام. گوش بدید، این تیکه ها، تیکه تاریخی آدم رو عوض میکنه، قدرش رو بدونید. بیا شام بودنش. یه یک سالی شام نگرش داشتن، گفتن ما آخرای حکومتمونه، مردم مشت ما رو باز دیدن، فهمیدن ما با حق بازی سر کار اومدیم، مردم دارن بر علیه بنی امیه شورش میکنن، بیا یه کاری بکن. گفت چی؟ گفت ما یک سال تو رو بیکارت میکنیم، عزلت میکنیم، تو تمام شهرستان ها و همه یوجه که زیر نظر ماست اعلام میکنیم مروان دیگه کاره ای نیست. تو هم یه عمر چند سال استوندار مدینه بودی، دست زن و بچه تو بر بگیر برو مدینه، یک سال اونجا مستأجری، هیچ کارم نداشت. ما پولو برات میفرستیم اما ظاهر کار این باشه از بس بدی و بنی امیه از بس خوبن، مروانو به خاطر بدیاش بله یک سال بیکار بمون، آبا که از آسیاب ریخته شد دوباره سر کارت میبریم. هر کی هم فوشت داد حرف نزن، تحمل کن، بنی امیه در خطر است. دست زن بچه گره اومد مدینه، به هر کی رسید گفت یه خونه من اجاره نمیدیم، گفت اجاره میدم به تو نمیدیم. روز اول تموم شد، زن بچهش خودش تو این کوچه ها تو این آفتاب داغ، کسی نبود، کسی محل نگذاشت، مردم شمشیر برش کشیدن فوشش دادن. شب تو کوچه خوابید با زن و بچه‌ش. روز دوم جلو هر که گرفت آقا یه خونه به ما بفروش، گفتن میفروشیم به تو نمیفروشیم. روز دوم گذشت تو کوچه خوابیدن، شبم تو کوچه خوابیدن. روز سوم کسی به اینا نه خونه اجاره داد نه خونه فروخ. صبح یه چهارم دیگه اکوله در جلوی گردی مردم مدینه رو گرفت و شمشیر کشید و گفت که من زن و بچه‌ام دارن تلف میشن، چه کنم؟ یکی نیست بین شهر به داد ما برسه. گفتن شمشیرت غلاف کن، او روزی که والی بود یا رئیس بودی گذشت، امروز دیگه هیچ کاری هم میدونیم. مردم بیچاره غافل دیگه، این همه ظاهر کار بود، این همه سیاسی بود، مردم که خبر از سیاست ندارن که، مردم فقط ظاهر رو میبینن، همین باطن کارو نمیفهمن مگر اینکه زراعی باشه. گفتن ما خونه بهت نمیدیم، نه میفروشیم نه اجاره میدیم. مروان گفت زن و بچه‌ام دارن میمیرن. گفتن به درک بمیرن. گفت یعنی یکی نیست تو این مدینه به داد ما برسد. گفتن چرا؟ ما این کارو نمی کنیم، ولی یه نفر هست دستتو بگیره. گفت کی؟ گفتن زین العابدین امام سجاد. گفت برم در خونه امام سجاد بگم خونه به من بده؟ گفتن آره. گفت نمیده. گفتم چرا؟ گفت بنی که وقتی من والی بودم خانه زین العابدین رو با خاک یکسان کردم، بدن زن و بچه‌شو لرزوندم، حالا برم بگم بدن زن و بچه‌ام می‌لرزن به داد من برس؟ نمی‌کنه. گفتن مروان کافر همه را به کیش خود پندارد. از شما بس بنی امیه پستید، فکر کنید همه از خودتونن، نه اینجوری نیست. تو هنوز بچه‌های فاطمه رو مروان با این شناسنامه سیاه با این ظلمایی که کرده، سنگ به امام حسین زده، تیر زده، چه کرده آخ 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 خدا لعنتش. آمد در خونه امام سجاد در زد. غلام آقا آمد پشت در. کیه؟
گفت مروانم. کی؟ مروان. کدوم مروان؟ مروان ابن حکم. چیکار داری؟ گفت با زین العابدین علی ابن الحسین کار دارم. آقا دوید خدمت آقا، گفت آقا میدونی کی پشت داره؟ کی پشت داره؟ گفت آقا مروان اومده. چیکار داره؟ میگه با زین العابدین کار دارم. جوونا تو تاریخ داره تا این حرف امام سجاد شنید حتی کفش پاش نکرد، با پای برهنه دوید دمه در خونه. که بعد از زین العابدین پرسن آقا چرا کفشتون نکردید؟ فبود میخواستم مروان هم حتی به اندازه یک کفش پا کردن پا در خانه ما معدل نشه. ما کسی رو در خونمون معدلش نمی کنیم ولو مروان. آمد دمه در، بفرما آقا. سرش پایین بود، گفت آقا من مروانم. فبود هر وقت در خانه ما بچه های فاطمه میای سرتو پایین ننداز، سرتو ببر بالا. بفرما آقا. گفت آقا خجالت میکشم تو چشمتون نگاه کنم. سه چهار روز مدینه، به هر کی میگم خونه اجاره بده نمیده، میگم بفروش نمیفروشن، بچه‌هام دارن تلف میشن. شما رو به خدا به داد ما برسید. فهمون چی میخوای؟ گفت من این خونه میخوام. فهمون من دو تا خونه دارم، یکی اینجاست، یکی اون خونه ای که تو نخلستان خراب شد، حتی به رخش نکشیدن که خرابش کردی. ببین چقدر اینا بزرگوارن. یه خونه دارم توی نخلستان که خراب شد تعمیرش کردیم، آماده است. اونجا رو میخوای بفرما، اینجا رو میپسندی، دو ساعت به ما مهلت بده، من زن و بچه‌م برم تو نخلستان، شما تشریف بیارید. آقا البیتو بیتو خونه مال شماست، شما بگید ما کجا بریم. فرمود اگر از من میشنوی خونه تو نخلستان به دو جهت بهتره. گفت چرا؟ فرمود یک، به خاطر که تازه تعمیر، مشکلی نداره، آماده است برای بهره برداری. دومش گوش بده، آدم دیوونه میشه. اینا معجزه های اخلاقی ائمه است. آی شیعه های زین العابدین، از زین العابدین یاد بگیرید با دشمن خودتونم اینجوری برخورد کنید. او بدی کرده، تو بدی نکن. قدیمی ها میگفتن خون و با خون نمیشورن. آخه خونی که ریخته شده که نمیان با خون بشورن، خب بدتر میشه، آب میریزن تو خونه بره. او بدی کرده، تو هم بدی میکنی؟ پس فرق تو با او چیه؟ فرمود دومین عامل و دلیلش اینه، این خونه تو مدینه است، وسط شهره، رفت آمد زیاد. مردم مدینه هم متوجه هستند که تا یک سال فعلا شما هیچ کاری. گاهی شمشیر برات میکشن، داد میزنن، فوشت میدن، توهینت میکنن، صدای مردم به گوش زن و بچت میرسه، بدن زن و بچت میلرزه. اما تو نخلستان صدا مردم به گوش زن و بچت نمیرسه، تو هم خجالت پیش زن و بچت نمیکش. اونجا بهتر. گفت باش آقا. اما فهمود به یه شرطی. به چه شرطی؟ چقدر میخوای ببونی؟ گفت آقا یک سال. فهمود به شرطی که توی یک سال کرایه ندی، مهمان ما باشی. یک. دو، هر روز صبح ما غلاممون رو در خانه میفرستیم، هر چی احتیاج داری به غلام ما بگو، غلام ما میره تو بازار تهیه میکنه، تک خدمتتون تقدیم میکنه. گفت آقا نمیشه که. فهمود نه، کسی که مهمون زین العابدینه خرجش با زین العابدینه، نمیذارم دستو جیبت کنی. تو یک سال مهمانه باش. سر صبح میشه، زار زار مروان گریه کرد.